به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان، خانم ها، آقایان، سلام. عصر همتون بخیر. قرار لحظاتی شاد بشیم و بخندیم و هیجان زده بشیم. آقایان، خانم ها، حضار محترم، لطفاً خودتون رو نگیرید. میدونید چرا؟ یه بزرگی میگه وقتی قرار برید زیر بارون، چه بترسی چه نترسی، به یک اندازه خیس میشی. حکایت برنامه امشب من در حضور شما حکایت اون بنده خدایی نشه که میخواستن اعدامش کنن، بهش گفتن آخرین خواستت چیه؟ گفت یه چای کمرنگ فقط بدید من بخورم. گفتن حالا تو این هیری ویری چای کمرنگ برای چی؟ گفت آخه دکتر گفته چای پررنگ واسه قلبت مضره. دیگه مهم نیست. یه دست خیلی قشنگ به افتخارتون بزنید. به افتخار خودتو گفتم. یه چند لحظه برنامه در خدمت شما باشیم. اعصاب در چیه؟ متشکرم. به افتخارهای دشتی که بینوازن خیلی مشتی. عزیزان، گوش بده، گوش بده. عامل تمام نزاع‌های بشر در طول تاریخ سه چیز بوده: زر، زمین، زن. انواع روش‌های خودکشی وجود داره که من تعدادشو براتون اسم میبرم. یکی سیانور میخوره، یکی مرگ موش، یکی خودشو از کوه پرت میکنه، یکی خودشو میندازه زیر قطار، یکی چاقو تو شکمش میزنه. اما ما مردها ازدواج کردیم تا روشی آرام، مطمئن و تدریجی رو برای مردن تجربه کنیم. به افتخار خانمات دست قشنگ، چه دل پری دارم. روزای اولی که خانما ازدواج میکنن، وقتی با شوهرشون تو خیابون دارن قدم میزنن، اگر بر حسب اتفاق آقا زمین بخوره، روزهای اول ازدواج، عکس العمل خانم. الهی بمیرم برات عزیزم، چیزی نشد. دو سال بعد وقتی زمین میخوره میگه عزیزم بیشتر مراقبت کن. چهار سال بعد وقتی زمین میخوره میگه مگه کوری؟ خب جلو پا تا نگاه کن. شیش سال بعد وقتی زمین میخوره میگه آخیش جگرم خنک شد. تا تو باشی که اینقدر منو اذیت میکنی، اینقدر آدم عوض میشه. اسم چیه؟ چه جالب، ولی اینجا زن و مرد گلپری هم کاش از اول میمادیم اینجا، خیلی باحاله. حالا بنده ای را ندا آمد که حاجتی بخواه. گفت پهنه اقیانوس آرام را برای من جاده‌ای بزنید. ندا آمد که کاریست بس دشوار و شگرف، حاجتی دیگر بخواه. گفت پس راز شناخت خانم ها را به من بیاموزی. ندا آمد جاده ای که خواستی چارباندی باشه یا هشباندی، اصلا موضوع رو فراموش کن شما.